بله، با صحبت هایی که اخیرا خامنه ای چه در عید فطر و چه در دیدارش با بسیجی های دانشگاهی داشته، به شکست پروژه یک دست کردن این نظام اعتراف کرد. عواملی که باعث شکست این پروژه شدن چی هستند؟ خامنه ای در چه نقطه ای و میخواد حرفاش رو نسبت و چجوری میخواد این حرفاش رو به مردم بقبولونه؟ همراه هستیم با آقای حسن ظریف از زندانیان سیاسی دهه 60 تا بخوایم بیشتر به این موضوعات بپردازیم. با سلام و درود به شما آقای ظریف و ممنون که در این برنامه حضور دارید. منم سلام دارم خدمت شما و بینندگان گرامی تلویزیون ایران آزادی. بله، درود بر شما آقای ظریف. خب آقای ظریف، همونطور که میدونی خامنه ای با آوردن رئیسی دستگاهش رو یک دست کرده بود، یا حداقل تلاشش چنین بود، اما با صحبتهایی که در روز عید فطر داشت عملا به شکست این پروژه اعتراف کرد خودش. میشه توضیح بدین چه عواملی باعث شکست پروژه یه دست کردن نظام توسط خامنه ای شد؟ بله، همونطور که اشاره کردید، خامنه ای در روز عید فطر روی نکات انگوش گذاشت که با همه تلاشی که برای عادی نشون دادن اوضاع داشت، اما ناگزیر گوشه‌هایی از همگسیختگی و تشتت توی نظامش رو هم اونم تو بالاترین سطح برملا کرد. اما علت شکست پروژه یک دست کردن نظام دو عامل داره، یکی در درون نظامه و یکی هم در بیرون نظام، که تلاش خامنه ای برای بستن شکافا رو به شکست کشونده. چرا؟ برای اینکه رئیسی با انبوهی وعده و وعید روی کار اومد تا با حمایت و پشتیبانی مجلس یک دست بحران ها رو و به خصوص بحران اقتصادی رو حل فصل کنه، تورم مهار کنه، چرخ تولید و برکت در بیاره، بیکاری رو کاهش بده، 4 میلیون مسکن طی 4 سال بسازه، فقر مطلق رو شکن کنه و از این مواردی که بسیاره. اما در تمامی وعده ها به طور فضیحت‌باری شکست خورده و همه وعده هاش هم معکوس از آب در اومده. اونچنان که صدای مجلس نشینان رژیم هم از این وضعیت انفجاری مرتب به آسمون بلنده. کار به جای رسیده که از اون میخوان که مثل بسیجی ها تو زمان جنگ اونم داوطلبانه روی مین بره، استعفا بده. حتی آخون صدیقی گماشته خامنه‌ای توی نماز جمعه تهران خطاب به رئیسی از تورم و افسار گسیختگی قیمت ها صحبت میکنه، بی ثباتی، گرونی و بی ارزش شدن پول ملی، و اون رو و رئیسی رو مقصر این وضعیت میدونه. اما عامل مهمتری که موجب به وجود آمدن چنین به هم ریختگی در درون رژیم شده، همون قیام سراسری که ضربات آن به مدت 6 ماه زخم و شکافای عمیق و ترمیم ناپذیر رو در سراپای رژیم ایجاد کرده. خامنه در سخنرانی سال نوش گفت که به قیام کنندگان سیلی زده و باز هم سیلی خواهد زد. اما اکنون همه میبینن که این قیام مردم ایرانی که به خامنه سیلی زده و البته سیلی های آتشین تری رو هم خواهند زد و در پیشه. بله آقای ظریف، خب همونطور که حتما در جریان هستید، خامنه روز 29 فروردین هم با یه گروهی از همین بسیجیان حکومتی در دانشگاه دیدار داشت. خامنه ای خب تو این دیدارش با بسیجیان صحبت هایی کرد، میشه بگیم به چه چیزی اعتراف کرد؟ بحثش چی بود؟ حرفش چی بود؟ بله، خامنه ای تو این دیدار به شکست سیاست انقباضی اعتراف کرد. حتی هموطنان در جریان هستن که بعد از قیام آبان 98 بود که وقتی خامنه ای دید مردم از هر دو جناح رژیم و کلیت رژیم عبور کردن، تصمیم به انقباض کامل حکومتش و بستن هر گونه شکافی گرفت، البته با پرداخت هزینه‌های سنگین و حذف افرادی که در طی 4 دهه گذشته در تمامی جنایتش شرکت داشتند. و رئیسی که یک قاتل حرفه‌ای بی سواد و شناخته شده بود رو با هزینه زیاد سر کار آورد تا مثلا دولت یک دست حزب الله درست کنه. برای قضاییش هم که یک قصاب بیرحمی به نام اژه‌ای سر کار گذاشت تا برای مقابله با هر گونه قیامی آماده باشن، و مجلس هم دیدیم که قالیباف رو سر کار گذاشت. اما خامنه ای در سخنانش با بسیجیان دانشگاهی علاوه بر اعتراف به شکست سیاست انقباضی، به وجود اختلاف های شدیدی بین سران سه قوه هم اشاره کرد و از اونا به نام گسل یاد کرد.
بعد به این موضوع اشاره کنم که رژیم تا به حال انواع مجالس غیر قانونی و ضد مردمی رو به اسامی مختلفی مثل مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجلس تشخیص مصلحت و اینا درست کرده بود که همه اینا حافظ خط بیت ولایت باشن و در مواقع ضروری هم وارد کار بشن و تصمیم بگیرن. اما باز هم اینا افاقه نکرده بود و این اواخر مجبور شد چیزی به نام جلسات مشترک سران سه قوه رو علم کنه. با همین جلسات مشترک بود که توی آبان 98 هم ابتدا قیمت بنزین رو 3 برابر کردن، بعدم به کشتار مردم دست دادن و تصمیمات همین جلسات مشترک سه قوه بود که طی 2 سال قتل عام کرونایی به حساب مردم قتل عام کردن. اما حالا شکاف و اختلاف تو رژیم اونقدر بالا گرفته که حتی این 3 نفر نور چشمی خامنه‌ای هم نمیتونن دور هم بشینن و تصمیم بگیرن. به خاطر همینه که در روز 29 فروردین صحبت از بی‌حاصل بودن جلسات سران سه قوه مطرح شد و خامنه‌ای هم اومدش ماسمالی کنه و تایید کرد که این جلسات دائمی نبودن. اینطوری سعی می‌کنه شکافی رو که بین سران سه قوه افتاده بپوشونه. توی کلام میشه گفت که سخنان 29 فروردین خامنه‌ای اعتراف سری به سیاست یک دستسازی حکومتش بود که از 2 سال پیش اونو دنبال میکرد. بله آقای زری، ما شاهد هستیم اخیرا هم به اصطلاح انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهان در مقابل نفی رفراندوم توسط خامنه‌ای بیانیه صادر کردن و از خامنه‌ای خواستن که دیدگاه خودش رو نسبت به قدرت تحلیل و آگاهی مردم تصحیح کنه. بله. موضوع چی بوده و تفسیر شما از نقد کردن خامنه‌ای چیه توسط این افراد؟ ابتدا باید به این اشاره کنم که از ویژگی‌های دیکتاتورا اینه که هرچی بر عمر حکومت ننگینشون اضافه میشه بیشتر خودشون رو گم میکنن، خصوصا که اگه دیکتاتوری مذهبی باشه. نمونه‌های تاریخیش هم فرعون و اندیشه تفرعونه. خامنه‌ای یادش رفته که تک کلام خمینی این بود که ملاک رأی مردمه. همچنین یادش رفته که خودش زمانی که میخواستن اون رو از تنور خبرگان بیرون بکشن گفت وای بر مملکتی که من رهبر اون باشم. دجالیت این دیکتاتوری رو در مورد نظر و رأی مردم باید اونجا ببینیم که وقتی صحبت از مردم فلسطین میشه میگه اونجا رفراندوم بذارید هرچی مردم خواستن واقع بشه. اما واقعیت هم اینه که خامنه‌ای به خوبی میدونه که هر رفراندومی ابتدا روی اصل ولایت فقیه کوکه، یعنی گرفتن هژمونی از ولی فقیه. به همین دلیل میاد میگه مردم در همه امور قدرت تشخیص ندارن و مزخرفاتی که گفت. بعد هم حرفای سخیفی میزنه که کجای دنیا رفراندوم میذارن، مگه مسائل کشور قابل رفراندومه؟ اما ببینید خامنه‌ای در شرایط کنونی چقدر ضعیف شده که بسیجی دانشگاه خودش هم میاد جلوش میسته میگه دیدگاه خود و نسبت قدرت تحلیل و آگاهی مردم تصدیق کن. اما چیزی که در طرز تفکر انجمن به اصطلاح مثلا اسلامی مدرسین دانشگاه کمه اینه که اگه خامنه‌ای کوچکترین انعطافی نشون بده کل نظامش بر باد میره و سرنگون میشه. نکته آخر این که بازی رفراندوم که این روزا توی حکومت در جریانه یه موضوع انحرافیه، گم کردن ایز قیامه، بحث سرنگونی رژیمه. خامنه‌ای میخواد گروه‌ها و جناح‌های مختلف در درون حکومت رو سرگرم این بحث رفراندوم و این چیزا کنه، یعنی قیام و سرنگونی که کلیت حکومت ولی فقیه میخواد رو به حساب تو حاشیه ببره. بله آقای زری، خب با توجه به نکاتی که شما مطرح کردید سوال اینه که آیا اصلا اصلاحات در حکومت ولایت فقیه اصلا امکان پذیر هست؟ توی کلام باید بگیم که ولایت فقیه تجزیه شدنی نیست و باید تمامی اون به دور انداخته بشه. اما در پاسخ به سوال شما باید بگم که خیر، اصلاحات در حکومت ولایت فقیه از ابتدا سراب بوده و حالا هم امکان پذیر نیست. شاید باید شما اینطوری سوال مطرح میکردید که رفراندوم مطرح شده حول چه موضوعیه؟ کسانی که بر تبل رفراندوم میکوبن چه موضوعی رو میخوان به رفراندوم بذارن؟ البته پاسخ این موضوع رو جناح‌ها و باندهای مختلف رژیم در سالیان گذشته
در مقالات و سخنرانی مکرر اشاره کردن که نباید همه امور در دست ولی فقیه باشه. بارها خواستن که خامنه‌ای از هژمونی خودش بر همه امور کوتاه بیاد و دیگران رو هم تو اداره حکومت سهیم کنه، چون خامنه‌ای نمیخواد ذره از هژمونی خودش کوتاه بیاد، میخواد که همه امور مملکت از گرون کردن قیمت نان تا طرح‌های مقابله با بی‌حجابی تا سیاست‌های منطقه‌ای موشکی و برجام همه و همه تو دست خودش باشه. نتیجه این که نه تنها هیچ اصلاحاتی تو این حکومت متصور نیست، که حتی خامنه‌ای قادر نیست یک گام، حتی یک گام در مورد کوچکترین مسائل اجتماعی کشور عقب نشینی کنه. چرا؟ چون به خوبی میدونه که به واژگونی نظامش منجر میشه. حالا اگه بحث قیام رو هم اضافه کنی، اگه تداوم و گسترش 6-7 ماهه قیام رو هم با شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای هم در نظر بگیری، خب به روشنی مسلم روشن میشه که وارد شدن در موضوع اصلاحات برای خامنه‌ای قدم زدن در میدان مینه، یعنی با هر گامی که توی مسیر بخواد جلو بره، مینهایی که مبین خشم و انزجار مردمه یکی یکی زیر پاش منفجر میشه. و توی کلامش گفت که اصلاحات توی این رژیم از ابتدا سراب بوده و هست و نظام ولایت فقیه هم باید در کلیتش سرنگون بشه. بله، ممنونیم از حضورتون آقای ظریف و توضیحات مفصلی که در رابطه با شکست پروژه خامنه‌ای دادید برای عزیزانمون. ممنون از شما و تا برنامه بعد. خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما که به من این فرصت داده شد.